نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وعترته أجمعين وبعد فأنا أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الآية صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة عزيزان محترم بيننداء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خدا کنه که در فلاح و در رستگاری باشین باز هم به برنامه فلاح به برنامه سوال و جواب خوش آمدین شما شاهد هستین که برنامه فلاح هم روز از ساعت 4 الى 5 عصر با شماره های تماس تلفنی 0700-111-130 که با شما می باشیم و مهمان های خانه های شما می باشیم قسمی که در ابتدا هم شما می خطبه ما را شنیدین و موضوع بحث امروز ما و شما نصیحت است یعنی پند و نصیحت و خداوند جل جلاله همه ما و شما را که بر روی زمین فرستاده و وظیفه ما و شما را اصلاح روی زمین تعیین کرده و نصیحت نمودن وظیفه هر فرد بنده مؤمن مسلمان می باشد و خداوند جل جلاله می فرماید که ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه دعوت کنید مردم را به سوی خدایتان با حکمت و موعظه حسنه حکمت چی معنی؟ یعنی به طریقی که دعوت شما مؤثر و منتج تمام شود و مفید باشد نه به طریقی که شخص جانب مقابل قبول نکند و ای دعوت شما یعنی یک زحمت بجا باشد قرآن کریم هم می فرماین فذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین پند بده نصیحت بده زیرا پند و نصیحت به مؤمنین فایده ندارد جای دیگر هم الله تعالی می فرماین که اگر پند و نصیحت فایده نداشت یعنی در اونجا پند و نصیحت ندهید پس عزیزان بیننده برنامه ما هم قسمی که از نامش هویدا است که برنامه فلاح است و در اینجا هم پند و نصیحت است عزیزان محترم قسمی که شما شاهد بودین دیروز هم سوالای از عزیزان بیننده با خود داشتیم و یک سوال مکمل از یک خواهر ما باقی مانده یک سوال هم از یک برادر ما که گفته بودن که حکمت چه هست که وقتی که یک کسی بمیرد و پدر زنده باشد از میراث محروم میگردد که یک نقطه چه گفتن حکمت در چه هست اگر کسی بمیرد و پدر زنده باشد و از میراث محروم میشد بخاطر که مستحق میراث همین شخص است اگر همین متوفا فرزندان داشت چون اصل شخص مستحق فوت کرد دیگر حقی باقی نماند حق بنابر عصبیت برای پسر داده می شد وقتی که عصبه یا پسر که بنابر عصبیت میراث و حق می برد اون نباشه پس حق ثابت نشد و نواساها شرعاً در اینجا مستحق شمرده نمی شوند زیرا که نسبت به اونا مستحق های دیگر که حق اولویت دارن اونا موجود هستند عرفاً بنابر ترحم باز به اونا هم سهم قائل می شوند خواهر ما سوال داشتن که خواهرش با یک شخص متأهل گفت که فرار نموده است همین سوال از خواهر ما بود که ای که خواهر اینا با شخص متأهل فرار نموده و از منطقه و از محل بدور رفته و اینا هم در تلاش هستند که اونا را پس بجوین و دریابن یک چیزی گفتن که نتونستیم اونا را درفیم ضعف اقتصاد داشتن گفت حتی مجبور شدیم تا اینکه گرده خود را گفت شوهرم یا برادرم بفروشد تا تلاش بکنیم ضرورت نیست به اینکه شما گرده بفروشین یا زحمت بکشین بگذارین اگر موافقه بینشان موجود بوده باشه شما هم تن بر رضایت بدهید کف باشند در بین خود یعنی هم مثل باشند تو مشکلات منطقوی یا مشکلات اسلامی موجود نباشد یک جانب مسلمان و جانب دیگر غیر مسلمان نباشد اگر بین خود اینا کف باشند شما کوشش کنین اجازه بدهید که اونا بیاین پس بکردن با وطن خود کوشش کنین از طریق تفاهم و از طریق مصلحین و بزرگا و سفیدان منطقه و امام مسجد این موضوع را حل و فصل نماید اونا می ترسن از اینکه اگر پس بیان مواد شما اونا را به کسی با مرجع تسلیم نکنین کوشش کنین حل و فصل کنین خب عزیزان بیننده می پردازیم به سوال های امروزی و برنامه فلاح بیننده عزیز ما پشت خط هستن مهربانی مهربانی
خب تماس بیننده ما قطع شد. اگر بازم دوستی در خط باشن و به هر تقدیر برنامه فلاح، فلاح چی مانا؟ کامیابی و رستگاری. هر آن کسی که مسائل دینی را آموخته باشد و یا می آموزد پس و عمل می کند، پس بدانین که در فلاح و رستگاری هست. قرآن کریم می فرماین اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. مهربانی تماس شما وصل شده. دینا روز هم چی گرفتم؟ تماس گرفتم اما نتانستم، چون وقت خلاص شد نتانستم اما اون سوال خود را تکمیل کنم. امروز هم میشه که در پشت امیر صفحه ایتر بزن یا پشت پردی تر بزن مگر بزنم؟ نمیشه که امیر در کل اگه مثلا نفامن میشنون میخوایم بگو مهربانی مهربانی میشنونم یا یعنی کل مهربانی مهربانی برنامه شما مستقیم است، عزیزه همه میبینن به شکل زنده همه جهان میبینه. یعنی میگم نشم میرخم، فقط مسخود شما یک دفعه سوال میکنم، سوال من دیروز ما جواب سوال شما رو ما در ابتدا دادیم، ولی برنامه شما رو هم عیزان بیننده میبینن، کل جهانی برنامه نشر مستقیم است. نمیشه که یک دفعه من سوال کنم در پشت صفحه پشتانی تلویزیون؟ میشه شما باز در اخیر برنامه تماس بگیرین. مهربانی سوال داشته باشین تماس شما وصل است. عزیزان بیننده کوشش کنین حینه که میخواین که با ما تماس داشته باشین یک جای درست انتخاب کنین و تماستان که وصل شد فرصت از دست نتین که عزیزان بیننده در عموم در انتظار هستن. مهربانی بله سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، خوش آمدین برنامه فلاح است. بیادر سوال من در ارتباط با قرضداری است، خودم دکاندار هستم. بله. همی کسی که قرض میگیره و از قرض خود انکار میکنه جزایش در دنیا چی است و دیگه جزایش در دنیا چیه؟ گناهش چی است؟ خب قرض میگیره باز انکار میکنه نه؟ بله. مهربانی تشکر. خب سوال عجیب بود، ما هم جواب انشاءالله رحمان برش میتون منتظر باشین. بله مهربانی تماس شما وصل است. السلام علیکم. و علیکم السلام رحمت الله. علیکم بشاری بخیری. مهربانی بخیر علی خور، که خپل سوال دی باین که از ما پختن داده چه ما پینزل سپاره حفظ کرده و مخی مدرسه تطلم او اوست چه ده اوست نواده کرده کل مشکلاتو ندی و سوالاتو ندی نو ده حفظ می پاتی ده نو پدی که ده نشم کولا چې زه داسې پارې لکه ګردان وکړم که نه، نو دا څنګه ما ته ګناه دی او که نه؟ سمه ده سمه ده، منتظر اوسه انشاءالله زه به ځواب درکړم. خب د خور سوال داسې وایي پنځلس پارې مې حبس کړې وې، اوس وخت کم لري. مهرباني تماس شما وصل است. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یک سوال داشتم. صدای تلویزیون تان پخش نموده و ادامه بدین. من یک سوال داشتم از مولوی سید. مهربانی مهربانی سوال ما نمی بود که یک غریب بیچاره یک 50 افغانی یا 40 افغانی دست روی سرک پیدا میکنه، این میره یک کارت تلفن میخره، یک کارت تلفن میخره اشرفانی یک دوزی بود که پیسای 500 رفعه را که می بودی اونو محصولی شو می گرفت، 50 رفعه را می گرفتیم 5 رفعه محصولی را می گرفت. حالا می رو امارت اسلامی خوب بسته می رو یو خوب پیروی اشرف غنی خوب نباشه. مهربانی اگرچه برنامه ما برنامه سوال جواب اسلامی و دینی است، از سوال های سیاسی میگذاریم، خود در بخش اسلامی زیر برتر بیان میکنیم. مهربانی منتظر باشین. مهربانی تماس شما وصل است و برنامه فلاح. بله مهربانی سلام مولوی صاحب، خوب هستی؟ و علیکم بخیر آمدین. سلامت سلامت باشی. میگم شما مولوی صاحب همیشه که میگین همی دین اسلام میگین نظافت، نظافت همی موی بدن انسان، ریش و برود و همی بدن انسان که نجاست است، همی واجب است یا نفاذ یا میکروب است؟ سیس سیس مهربانی ما سوال شما رو گرفتم انشاءالله جواب میتونم.
مهربانی. سوال دیگر هم بیننده ما پشت خط هستن، تماس شما وصل است. سلام علیکم مولوی صاحب، خوب هستی؟ بخیر. و علیکم السلام و رحمت الله. جان جورس، بخیر هستین؟ سلامت و در عافیت باشین. سوال داشته باشین، برنامه در خدمت است. سوال همی بود مولوی صاحب که همی در با سوال ما درباره همین نماز قصر بود. ما یا نماز قصر که میریم میخوانیم در میویتر از ویتر بخوانیم، یعنی که در سفر باشیم؟ درست است، منتظر باشین انشاءالله. عزیزان بیننده، سوالای شما را ما گرفتیم، فرصت بدهید که جوابای این سوالا را بر شما بیان کنیم، بعد از اون سوالای جدید شما را انشاءالله خواهیم گرفت. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. برادر ما سوال کردن که دکاندار هست و گفتن که بعضی ها می آین و قرض می گیرند و باز منکر می شوند که ما پول نگرفتیم، جزای زینا چه هست؟ برادر عزیز، کوشش کنید که اول شما در عموم در معاملات ثبت و رجستر داشته باشین، همه را ثبت و رجستر کنین و شخصی که از شما جنس می برد او را یادداشت کنین و تایید هم از اونا باید داشته باشین. اگر شما سند داشته باشین، ثبوت داشته باشین، می توانین که شما محق خود از اون مطالبه کنین و ثابت کرده بتانین. در صورتی که شما نتوانین حق خود بالای زو ثابت کنین و اون منکر میشه، خوردن حق یک مسلمان کی جواز داره؟ خو اینا مال حرام باز میخورن. کس که مال حرام میخورد، پس به این فکر نباشن که ما حرام خوردن، بلکه حرام اونا را میخورد. خداوند نگاه کند همه ما شما را، جزای عزیز در آخرت تامین است که حق شما از او گرفته میشود. خور سوال کرده و چه 15 پاره می حبس کرده وی، اوس می واده کرده و ما شما لرم و کورنی ترسیدگی نسم کولی، نو خور دغه 15 پاره چې تا یادی کړی دی په تا باندې لازمی نه ده چې ته نوری هم یادی کې. په تا دغه لازم ده چې د خپل 15 پاره دغه در نه هیری نسی. کوشش وکړه په ورځ کې تقسیم اوقات ترته جوړ کړه. 15 وخت لمونځ کې بعد له هر 15 وخت لمانځنه 15 پاڼې ووایه یا 2 پاڼې ووایه. داسې یو وخت یو تقسیم اوقات ځانته جوړ کړه چې دغه سپارې در نه هیرې نسی. دا ستا لویه سرمایه ده، دا سرمایه له لاسه ورنه کړي. په دغو کې کوشش وکړه که هر څه ووایه چې زه وخت نه لرم، دا رانه پاتې کېږي، وخت ورته پیدا که. هر شي لپاره وخت انسان جوړولی سي، د دین او عبادت او دا خپله سرمایه ده، دا ول لاسه ورنه کړي. برادر ما گفتن که کسی در روی سرک پول پیدا میکنه، خو البته مثال دادن و در تلفن میاندازن و وقتی که تماس میگیرن و از اون مالیه گرفته میشه. بالا مالیه خو که اینا میگیرند و دیگه مالیه مسئله حکومتی و مسئله وزارت مالیه و مسئله دولتی هست که اونا در این مورد کوشش کنن تا حد توان بالای مردم ترحم و دلسوزی داشته باشن. سخن شما درست است. خواهر ما گفتن که نظافت در اسلام چه حکم دارد؟ بله، النظافت و شطر من الایمان. نظافت شطر از ایمان است، بخش از ایمان است. ما در عموم قبل از ادای عبادات مکلف بر نظافت کردن هستیم که به طریقه وضو کردن، به طریقه غسل کردن. در عموم مسلمان باید که نظافت داشته باشه و در امور نظافتی یا در جسم خود وقتی که موهای اضافی میدارن، موهای اضافی یعنی بروت خود کوتاه کنن، بسیار دراز نگذارن مثل بعضی ها که میگذارن، ریش خوب منظم داشته باشن، موها منظم داشته باشن. پیامبر اسلام میفرمان که من کان لو شعر فلیحفظه، کس که موی داشته باشد باید او رو محافظت بکنه، باید موی هم محافظت شوه، هم منظم باشه، غیر منظم نباشه، از زنها در ستر باشد. سوال دیگری هم دارم که برادر ما در ارتباط نماز مسافر گفتن که مسافر وقتی که در حالت سفر نماز خود را قصر میخواند، آیا وتر بخواند یا نه؟ بلی، مسافرین امروز مسافرین زمانهای قبل نیستند که پشت شتر روان و کسی برای اینا اجازه و فرصت نمیدهند. مسافرین امروز در هر مرحله و در هر استگاه اینا استاد میشوند، در هتل نان میخورند، دمراستی میکنند، شاید تعداد کثیری مردم میباشند. اینا وقتی که فرصت می داشته باشند حتی سنت خود را بخوانند. وتر خو واجب است در جریان سفر، باید که وام در حالت رفتار. اگر او مسافر در خانه و در جای آرام و آسوده نشسته، کوشش کند که فقط نماز فرضی 4 رکعتی را که دو میخواند دیگه نماز خود را مکمل بخوانند، حتی توان داشته باشند اضافه تر بخوانند. خب عزیزان بیننده، باز هم بعد از وقفه منتظر تماس های بیشتر شما هستیم.
بعد از وقفه با ما باشید. بله میگیرم. مهربانی تماس شما وصل است. مهربانی تماس شما وصل است. سوال داشته باشین برنامه فلاح است. مولوی صاحب ما 6 دفعه عملیات شدیم در کمرمون سیخ است. اینجا کردن نمیتونم. گفتم امی یک معلومات بده که تیمم کنم میشه؟ تختر پشت خونده میتونم نماز رو شیتکایی نمیتونم. من میگم برتون انشاءالله انشاءالله جواب میتونم. مهربانی تماس شما وصل است. سوال داشته باشین برنامه در خدمت شماست. مهربانی بفرمایید. سلامت و خوشحال اوسی. خدای دې آباد لره مولوی صاحب. مولوی صاحب دغه د صلات تسبیح په منځ په بارک مې پوښتنه کوله. او صلات تسبیح تر قیب غوړه کې چی غوړې؟ طریقه دغه مولوی صاحب د څلو رکعت سره یو کې خدای کا دوه رکعت. سمت سمت ان شاء الله رتوایم. برنامه فلاح است و تماس شما وصل است و مهربانی بفرمایید. السلام علیکم. چی مولای صاحب فرزان زدم نماز را تسبیح ترقی که بخشمه بگیا ترقی نماز خلط تسبیح سیز ها سیز. مهربانی برنامه فلاح در خدمت شما هست. سوال داشته باشین تماس شما وصل است. بله مولوی صاحب سلام علیکم. و علیکم سلام. خوب هستین؟ مهربانی بخیر باشین. ما گفتم یک دختری که به دل خود عروسی کرده باشه باز عقد داره که از پدر خود عقد بگیره، مثلا غریب باشه باز سیست. انشاءالله ما برتون جواب میتونم. مهربانی باز هم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان بیننده برنامه مجددا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان بیننده برنامه فلاح در خدمت شما. میتونین که شما تماس بگیرین و سوال خود را با ما شریک بسازین و بر ما هم دعا کنید تا بتوانیم سوال شما را جواب کرده بتوانیم. مهربانی السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. زما د مولوی صاحب محترم څخه دا پوښتنه ده چې ما د یو چا مځکه په اجاره نیولې وه. نو هغه مځکه په اجاره کې زه تاواني شوم. بیا هغه د مځکې مالک بعد د وخته چې پوره سو رالی ما ته د اجارې حاصلات چې څه راباندې پاتې وو ټوله راته هیبه کړل و یې بخښل او اسناد یې هم راته ولیکل انګوشت یې پر ولګاوئ. بعد د دوو کالو بیا دی چې چا د ده څه د هغه اجارې وشر وغوښتئ دا وای چې ورته د دسې واخی دا آیا پر ما حق لري او که پر خپل مځکې د مالک دوخو ما ته ټوله راهبه کړي دي اسناد یې را کړي دي؟ نو که د دغه جواب راکړي ډېره مهربانه. عشر چا درنه وغوښت؟ عشر عشر ما ته هغه مامورین د منطقې وایي چې د مځکې مالک ما ته وویل چې ورته دی عشر درکړي. مال دوخو ما ته څه هر څه چې دي راهبه کړي دي اسناد یې را کړي دي ګوته یې لګولې ده. مهرباني منتظر اوسه انشاءالله زه به ځواب درکړم انشاءالله. سوال بسیار داریم، اگر تماس میگیریم بعد از اون میپردازیم به جواب سوال ها. مهربانی تماس شما وصل است. مهربانی خوش آمدین. سلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله. سلامت باشین. سوالتان رو بگو. خوب است؟ مهربانی سلامت باشین و سوال شما رو بگوین. برنامه فلاح هست و صدای تلویزیون هم پخش نمایید. مهربانی خوش آمدین. خب عزیزان بیننده، سوالایی که داشتیم قبلا در جریان وقفه هم سوال از عزیزا گرفتیم و سوالهای آنلاین هم داشتیم. برادر ما سوالی داشتن، گفتن که 6 بار عملیات نموده است و در کمرش هم سیخ دارد، نشستن نمیتواند و استنجا کرده به آب نمیتواند. دین یسر است، دین عسر نیست، یعنی دین آسانی هست، دین تکلیف نیست.
در صورت امکان اگر توسط قازتشنا بتوانید که استنجا کرده بتوانید درست است، هیچ مشکل نیست، شما مکلف بر این نیستید که به آب هم بشوید. اگر هرگز نمی توانستید، عورت شما باید ستر باشد، کشف عورت جواز نداره. شما می توانید که وضو بکنید و نماز خود را ادامه بدهید. ورور سوال در لطف سوالات تسبیح چلور رکعت او کی که دو رکعت نه چلور رکعت باید او کی سوالات تسبیح چلور رکعت ده. خواهر ما هم سوال داشتن که طریقه سوالات تسبیح چگونه هست؟ طریقه نماز سوالات تسبیح این است که چهار رکعت خوانده می شود، چهار رکعت نماز است و در بین این چهار رکعت شما 300 مرتبه تسبیحات می خوانید که سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. در هر رکعت 75 مرتبه اول شما قرائت کرده باز تسبیحات می خوانید که انشاءالله رحمان با فرصت ذره تذکیر براتون بیان کنم. ببینیم که دوستی دیگر هم اگر سوال به ارتباط دار نداشته باشن ندارن. خب طریقش بلد هستین انشاءالله رحمان. در نماز صلات تسبیح که 4 رکعت است، در قیام 25 مرتبه تسبیحات خوانده می شود، یک بار قبل از قرائت، باری هم بعد از قرائت. در رکوع وقتی که رفتین سبحان ربی العظیم 3 بار خوانده می شود، باز تسبیحات 10 مرتبه خوانده می شود. از رکوع پس که بالا شدید سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد گفتید، دستها را پس بسته نمایید. در اینجا با ترک مشابهت با اهل تشیع هم نیاید و دستها باز نگذارد، چون که فاصله طولانی است. دستها را زنها بر سینه بسته می کنند، مردها زیر ناف می گیرند. پس دستها را بسته کرده و 10 بار تسبیحات بخوانید. وقتی که پس به سجده می روید سبحان ربی الاعلی گفته، شما 10 بار تسبیحات میخوانید. بعد از سجده در بین دو سجده 10 بار تسبیح میخوانید. باز در سجده دوم که میروید 10 بار تسبیح میخوانید. شما در هر رکعت باید که 75 مرتبه تسبیح بخوانید. یوی خور سوال کریو گفت دختر اگر به دل خود عروسی کرده باشد، باز می تواند که حق خود را از پدر بگیرد و یا خیر؟ دختر در صورتی که بدل خود عروسی کرده، بدل خود چی معنا؟ یعنی ای که انتخاب توسط خودش شده، یا ای که خودش از منطقه فرار کرده و ترک کرده با جای دیگر رفته. در هر صورت پدر اینا را عاق نکرده، از سهم محروم نکرده، اینا حق خود را مطالبه کرده می تواند. ورور سوال داشت کرده یوی تیم زکی پی اجاره نیولی و؟ او بیا پاگی که وای زه تاوانی سوم، کله چې وای زه تاوانی سوم بیا مالک راغی ما ته هر څه بخشش کړه او سند یې هم راکړه، ګوته یې هم ولګوله. نو بیا د عشر د غوښتلو په وخت کې خلک چې راغله او د عشر مطالبه کوونکي ما ته راغله، نو خبره دا ده وروره چې دا مځکه هم د تا په تصرف او د تا په اختیار کې وه، او دا حاصلات هم تا اخیستی یا نه اخیستی، یا تاوانی سوی یا نه تاوانی سوی، نو دا عشر مطالبه خو له تا نه کېدی سي، هغه سره خو هیڅ نه وو. نو د عشر غوښتونکي لپاره باید ته قناعت ورکړي چې ورته وایي چې یا ما ګټه کړې یا مې تاوان کړی، هغو ته باید قناعت ورکړي. او هغه د عشر غوښتونکي دا حق په تا باندې لري، نه په هغه کس باندې. عزیزانو لیدونکو، ستاسو سوالونه ځواب سو او انتظار د دې لرو چې تاسو بیا هم اړیکې ونیسئ او خپل سوالونه مطرح کړئ. پشت خط عزیز بیننده دار مهربانی، تماس شما وصل است. سلام علیکم ولی صاحب، جوړ بخیر کړه. شکر، سلامت او خوشاله اوسئ. قربان شم، خپل سلامونه تاسو ته باندې کوم، تاسو هم کارانت. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته، په خیر اغله. قربان شم ولی صاحب، یو سوال مدرزم وای. او دا غدې سرور چې کیږي، دا یو خامخ من درون ده، او دا وستر کې مته ته انده غونته ده، دا غي ډاکټر کار کوي، کړي ملاقات کوي، چیرته ملاسم مخ او سترګې دي نو دوړه درنه دي. دا نیمه خو نیمه خو زه به ان شاء الله جواب درکم. قربان شم، سلام علیکم. سلامات اوسئ. سلامات اوسئ. مهرباني، تماس شما وصل است عزیز بیننده. برنامه فلاح است و برنامه سوال جواب دینی. سلام علیکم مولوی صاحب، سلام جوړ په خیر ست مخه ده. سلامت او خوشاله اوسئ مولوی صاحب. پوښتنه مې درلوده، که چېرته یو نفر له یو ښځې سره زنا کړې وي، آیا هغه نفر کولی شي چې د همدې ښځې له خور سره نکاح وکوي؟ د هغې له خور سره؟ هو صحیح ده.
او چې دغه خزه اولاد کول چې د اولاد سره له زمونو سره نکاح کول نکاح وتړي صحیح خور او لور سره مهرباني منتظر اوسه ان شاء الله زه به ځواب درکم باز هم سوالی که داشته باشین برنامه فلاح در خدمت شما هست تشکر استاد مطلم سلام علیکم من از مزار شریف به تماس هستم یک سوال دارم اگر اجازه تان باشه بپرسم مهربانی خوش آمدین استاد مطلم من منسوخت و بله امی منسوخ متردد شد که کلمه دیگه بود امون را گفت معنیش هست خب منسوخ بله منسوخ خب سیز کلمه متردف شد میخواین میره منتظر باشین میره بانی برنامه فلاح برنامه سوال و جواب دینی شما سلام علیکم ملا سید خوب هستین؟ سلامت و در عافیت باشین صدای تلویزیونتان پخش نموده و سوال خود را با ما شریک نمایید ملا سید ببخشی که به زحمت ساخته میتونه من خودم یک دو مامیش از آروسیم دیگه یک آدم گرفتیم او آدم معتاد است بودریست پشتو زبان هستن در از زور کار میگیرن دیگه ما میخوایم که علاج کنم بوده که از زور میطالبا کار میگیره که لط کوپ میکنه مرا دیگه می فامیل ما کلگی میترسه میگه طالبا این کار رو نمیکنه میگن که اگر معتاد آمست داره نمیمانه که علاج شوی دیگه تو چی میگی مرا خب منتظر باشین نشال رحمان سوال شما رو گرفتیم پشت صفحه تلویزیون شما جوابتان در لبه نباشید نباشید مناسب مهربانی عزیزان بیننده تماس شما وصل است و برنامه فلاح در خدمت شما مهربانی تماس شما وصل است عزیزان بیننده کوشش کنین که تماس شما با ما وصل میشه فرصت از دست ندهید و قبل از قبل یک جای درست انتخاب کنین مهربانی بله میشنوی ما استاد خوبه که سوال داشتم سلامت باشین مهربانی کنید همیشه هر یک دفعه مت گفتگوی ما شد بین ما مت باز ما را گفت دو دفعه که طلاق هستی طلاق هستی آرمی میخواستم که باز از یک ملا پرسان کردیم گفت که نه اگر نیتش طلاق نباش طلاق نمیشه ما هستم باز از خود پرسان کنم که آرمی چی تو گفت هستم خب تشکر مهربانی شما دیگه گفتم همی چهار ماه که زن شما را دیگه 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 شما باز طلاق با این خود بخود واقع میشه یعنی چه قسم باز بگوین؟ چهار مزن شوارم بستر نشازم دور باشه گفتم طلاق با این واقع میشه یا نمیشه منتظر باشین انشاءالله رمان منتظر باشین خب عزیزان بیننده سوال هایی که از شما با ما در اینجا وصل شد درست انشاءالله رحمان یه ورور سوال کرده و دای ویل چه مخ او سترگه در چلور روز که دوار درانه دیه در دیه با چه مشکلی؟ تشویش مکه وروره ده هیچ مشکل نده نه تابانی چا کوری کری نه کما بلا خبر است فقط تشویشو نتا کری دی عصبی کم تکلیف ده دیر خلق پم دی بندی اخته دی و حکیل دی یو عصبی دکتر تور سا دوا بدر که انشالله رحمان جوره گی دغا دم و تاویز هم ستا دم هم کولی سی ورسا مسجد امام تور سا پیغی دم که خپل بعد لپنزه وقت المنزونه سورت فاتحه ولا آیت الکرسی ولا چوف فکر داسی بیا پخپل سترگو بندی کشکا او بو بندی چوف که پا او بو بندی دری وره الحمدلله و یا دری وره آیت الکرسی و اخپل بعد المنزه پو بوی چوف که داغا او بدی بس پا دم مخو بدا سترگ کشکا اخپل ایم که ولی سی خود تشویش مکوه دا تشویشون دی سری بندی داسی غمون راولی الله پاک دی روغ او جور لره بل رور داسی سوال کردی و چا چی زنا کردی وی لیوی خز سره آیا دهغی خزی لخور سره وده کولی سی نو بلی و کولی سی
دو خوندی په یو نکاح کې جواز نه لري چون کې د نکاح له غیر سره نه د کړې او غیر سره ناروا کړې ده. هغه د ناروا مسأله بیره خبره ده، اما د هغی له خور سره واده کولای سي شرعاً کوم مشکل نسته، خو هم له چا سره چې زنا کړې د هغی او له اولاد د هغی اولادونه خپل اولادونه ته نسي کولای. دې کې احتیاط پکار ده، داسې نه چې خپله لور یې خپل زوی ته کړی وي، دلته به احتیاط ډیر کوي. خو هر ما از مزار شریف تماس داشتن گفت که کلمه مترادف منسوخ چی از در قرآن کریم می آید، بسم الله الرحمن الرحیم، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. بلی کلمه منسوخ در قرآن کریم است ناسخ و منسوخ گفته می شود. ناسخ و منسوخ یعنی چیزی که برداشته شده باشد. بعضی احکامی در قرآن کریم است یا آیاتایی است که بعضی همه برداشته شدن، بعضی حکمش برداشته شده یا بعضی لفظ برداشته، ناسخ و منسوخ گفته می شود. خواهر ما گفتن که دو ماه شده عروسی نموده، اما شوهرش معتاد است. ای که شوهرش معتاد است و گفتن که شوهر ما پشتو زبان است و با طالبا روابط داره. نه هر پشتو زبان با طالبا روابط داشته یا نمی داشته باشد، در عموم طالبا رو ما شما میبینید که با زبانهای مختلف صحبت میکنن، در زبان پشتو زبان و ازبک و هر زبان دارن. و خب به هر تقدیر گفت که از زور کار میگیره و ما میخوایم که طلاق بگیرم. تو اگر طلاق میگیری خواهر ما، این طلاق یا توسط مطالبه خانم میشه یا توسط خود الفاظ شوهر میشه. خودت میتونی که به محکمه مراجعه بکنی. وقتی که به محکمه مراجعه کردی، محکمه به تو رسیدگی میکند و همچنان یا به تداوی شوهرتو میپردازد و یا هم بر خودت راهی که شریعت بیان کرده انشاءالله رحمان بر خودت رهنمایی میکند. حق تو موجود است، حق تو مسلم است، خو اما حق تو را شوهر قاضی میتونه که برد بتر. خواهر سوال داشتن که شوهر ما بر ما دو بار کلمه طلاق گفته. خب دو بار کلمه طلاق گفته، اگر بار سوم گفت این طلاق مغلظه میشد، باز نمیتونستن که پس شما نکاح کنید. شما میتونین که پس مجددا نکاح کنید و شما پس به زندگی زن شواری خود ادامه بدهید. طلاق صورت گرفته، دو مرتبه طلاق صورت گرفته، شما ضرورت به تجدید نکاح دارید. عزیزان بیننده، وقفه میگیریم، بعد از وقفه باز هم در خدمت شما انشاءالله رحمان میباشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا کنه که جور و صحتمند و در صفحه تلویزیون با ما باشین از ابتدا تا زمان. تماس بیننده ما وصل شده اند و برنامه فلاح در خدمت شما هست. میشنوم، چرا نه؟ مهربانی، خوش آمدین. مهربانی. خب بعضی دوستای شو هم داریم، خدا همه ما را هدایت کند. مهربانی، برنامه فلاح در خدمت شما هست. خوب هست، خوب سوال داشتم از مولانا. مهربانی، خوش آمدین. ما یک سوال داشتم به این خاطر که ما چهار خواهر و چهار برادر هستیم. پدرم در زندگی خود تو وقتی که بود چهار سال پیش همین میراث رو بین هر چهار بچه خود تقسیم کرده. در زندگی؟ در زندگی بر دخترها هیچ حقی نداده. ما امروز از پدر و مادر ناراض هستیم. ناراضیاتی ما باعث گناه ما نمیشه که ما از پدر و مادر ناراض هستیم که پدر و مادر حق ما قدر جفای بزرگ کرده. خب اما انشاءالله جواب میتون بر شما منتظر باشین. برنامه فلاح در خدمت شما و تماس شما وصل شده. مهربانی. السلام علیکم و رحمت الله مولای صاحب. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مولای صاحب ما پیدمی. مهربانی. بانگ صدای تان نه. مهربانی دامه بتین، در بانک کار میکدین چه میکدین؟ گفتم از این بانک های قرده پیسه گرفتن سر سود. آره همی پیسه را میگو سودش همه پردازه. خب پیش میپرداختین، حال دلتان است که نپردازین؟ چه کنه ما؟ سیست منتظر باشین. ما جوابتان میتونم قرضه گرفته بودن به سود. مهربانی هموطن عزیز،
برنامه فلاح و تماس شما وصل است. یک سوال داشتم مولای صاحب. مهربانی، خوش آمدین. من پدر کلان من که بود از دو دانه خانم داشته، از خانم اولش یک بچه مانده که پدر من هستد، از خانم دیگه دو دانه بچه هستد. حال پدر من هم فرض کرده و یک آقایم که هسته که اولاد هم نداره، خودشم فرض کرده، خانمشم فرض کرده. حال یک کاکای خورد مانده، حال این میراثی که از کاکای مانده یک ما میشه یا نی؟ منتظر باشین انشاءالله رحمان. تشکر زنده باشین، خداحافظ. بسیار بسیار خوب، مهربانی. سوال های شما با هم وصل است. یک سوال دیگه هم میگیریم، باز میریم به جواب ها. مهربانی. سلام علیکم مولایت محترم. و علیکم سلام رحمت الله. مولایت محترم، باشین یک سوال داشتیم خدمت شما. در جماعت از طرف صبح در نماز صبح بخواییم اشتراک بکنیم، ولی وقتی که در مسجد میرسیم سنت هم در خانه نخوانده باشیم، مولایت محترم جماعت شروع کرده باشن فرض ادا بکنن. ما سنت رو بخوانیم باز در جماعت شروع بکنیم، یه ای که جماعت شروع بکنیم. مهربانی، منتظر باشین انشاءالله رحمان جواب شما رو میپردازیم. به جواب شما شما را اجر بتم سلامت و در عافیت باشین. اگر اجازه باشه شما منتظر باشین و ما امی جواب های سوال های شما را بر شما بگوییم. خواهر ما که قبل از وقفه سوال داشتن، یک جزء از سوالشان باقی مانده بود. اونا گفتن که اگر کسی 4 ماه به خانم خود قریب نشود، طلاق با این صورت میگیرد و یا خیر؟ این مسئله 4 ماه در شریعت دین اسلام به نام ایلاء مسما گردیده. در زمان قبل از اسلام بعضی ها میخواستن که خانمای خود را اذیت کنن، قسم میخوردن که به تو قریب نمیشم، حتی 1 سال و 2 سال هم اونا را اذیت و آزار میکردن. شریعت دین اسلام امی معیار به 4 ماه تقلیل نمودن که اگر کسی قسم یاد کرد که ما به تو نزدیک نمیشم، 4 ماه ای آدم موحد نهایی از قسمش موجود میباشه. تا 4 ماه ای آدم دو راه دارد، یا پس به خانم خود مراجعه کند، در او صورت مشکل رفع است و هیچ ضرورت به تجدید نکاح ندارن. اگر 4 ماه تکمیل گردید، در این صورت با زمی ایلاء اینها طلاق با این گفته می شود، طلاق صورت گرفت و واقع شد. چون که به این سخن ازی که ما قسم است اگر کسی بود که 4 ماه با تو نزدیک نمی شوم، اگر به می الفاظ باشه، اگر کدام موانع دیگه کدام گپای دیگه باشه، جدا به جای خود است. بعد از باز اینجا زن که طلاق شد، اینا ضرورت دارن که با نکاح مجدد پس زندگی خود را آغاز نماین. طلاق با این بله صورت می گیرد. خب خواهر ما سوال داشتن که 4 خواهر و 4 برادر هستیم و پدر ما در حیات خود جایداد خود را تقسیم کرد و میراث را تقسیم کرد و برای برادران ما بر هر یک سهم قائل شد، اما حق ما را نداد. بله در این صورت پدر با شما کار درست نکرده، حق شما را که نداده، حق شما باقی هست و برجا هست و محفوظ است. برادران شما می توانند که حقوق شما را برای شما بدهند. شما 4 خواهر می توانید که به 2 برادر حساب شوید، یا 4 برادر است شما 4 خواهر هستید که حساب را از 12 شروع کنند. برادرها باید که اول خود اینا پی ببرند و حقوق شما را بدهند، و الا شما می توانید که حقوق خود را از برادرها بخواهید تا حق شما برای شما داده شود و پدر هم از مسئولیت خلاص شود. برادر گفتن که از بانک قرضه گرفته، از بانک قرضه گرفته و بانک همیشه از ما سود می خواهد. عزیز محترم، سود همیشه حرام است. نگوید که قبلا سود می دادیم، آل سود بدهیم یا ندهیم. قبلا هم باید سود نمی دادید. ای سود گرفتن، سود دادن، سود معامله کردن، سود نوشتن و رهنمایی کردن در عموم همه گناه است و ناروا است و مقابله با خداوند جل جلاله است. قبلا هم باید سود نمی دادید، حال هم باید سود ندهید. بروید با بانک مراجعه کنید و بگوید که ما دیگه سود نمیتوم، قبلا هم اگر میدادم اشتباه کردیم و گناه کردیم، آل سود نمیتوم و این معامله خود را فسخ کن.
خواهر ما سوال داشتن گفت که پدر کلان ما دو خانم داشت، از دو خانم یک پسر و از یک خانم یک پسر و از یک دیگه پسر و یک سوال طولانی داشتن. این سوال طولانی ما کوشش میکنم که اکثرا امی سوال های میراث خصوصا طولانی باشه، ما از دادن جواب از اینا عاجز هستم، در روی صفحه تلویزیون جواب از این داده نمیشود. قبلا هم اشاره وضاحت داشتم که شما مهربانی نموده سوال های میراثی را کتبا با همه جزئیات نوشته کرده به امام مسجد و یا دارالوکاله مراجعه کنید تا اونا بر شما به مو اسهام هر یکی که سهم داده می شود سهم تعیین نموده و ترکه در بین شما بکنن. ما از طریق صفحه تلویزیون جواب دادن ازیر ما معذرت می خواهیم و از این جواب عاجز استم. برادر ما سوال داشتن و گفتن که جماعت صبح وقتی که می رویم سنت در خانه از پیش ما ترک شده، دیدیم که جماعت استاد است. عزیز برادر، اول کوشش که در عموم بر هر چیز آمادگی ما شما داشته باشیم، بر نماز جماعت صبح آمادگی داشته باشیم، سنت را در خانه بخوانیم و بعدا حرکت کنیم و یا هم وقتر حرکت کنیم تا به جماعت با وقت مناسب خود برسیم. اگر احیانا بعضی اوقات، یعنی همیشه نه، بعضی اوقات چنان رخ میداد که کسی به نماز صبح جماعت رفت، دید که جماعت استاد بود، تحلیل کند با خود، مقایسه بکند، محاسبه بکند که این جماعت چند دقیقه طول میکشد. اگر فرصت داشت که سنت خود را در گوشه با فکر آرام خوانده میتوانست، سنت نماز صبح خود را بخواند و بعدا در جماعت با امام و دیگر مردم شریک شود. اگر دانست که نه، فرصت ندارم تا که ما سنت میخوانم، جماعت در عموم از ما تیر میشود و فضیلت جماعت هم از پیش من میرود، باز فقط به جماعت رسیدگی کنن، سنت ترک شد. چون که در ارتباط سنت نماز صبح پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم تاکید فرمودند که شما نماز سنت صبح را گرچه زیر پای اسب ها میشدید بخوانید. یعنی در اونجا تأکید است. جواب سوال های شما بر فعلا تکمیل هست. عیزان بیننده، شما می توانید که با ما بعد از وقفه در تماس شوید. فعلا خب تماس داریم، تماسی که وصل است میگیریم، فرصت ازش نمیدیم. بله سلام علیکم. مهربانی، سلامت و در عافیت باشین و سوالتان مطرح بسازید. مولوی صاحب، یک سوال داشتم. وقتی که آدمایی که طفل میلاد باشن میخواین که طفل آوردن بس کنن، آیا گناه داره یا نداره؟ غسل میکنن طفل دارن، میخواین که طفل به دنیا نبیارن. خو طفل آوردن بس میکنن. سیست منتظر باشین، انشاءالله رحمان جواب سوال شما رو میپردازم. و خواهر ما سوال داشتن، کسی میخواد که دیگر طفل به دنیا نیارد. مهربانی، تماس شما وصل است و برنامه فلاح در خدمت شما. مهربانی، برنامه فلاح، برنامه سوال جواب دینی شما هست. وقفه داریم عزیزان بیننده، بعد از وقفه میپردازیم به جواب سوال های شما. مهربانی برادر عزیز، یک سوالی از شرایطی داشتم. امام سیب حضر چرا به نام امام ابو حنیفه یاد میکنم؟ درست است؟ درست. مهربانی تشکر و سلامت باشین، سوال شما رو گرفتیم، انشاءالله جواب میدهیم. مهربانی مهربانی خواهر عزیز، سلام علیکم، خلاصین سلامت و درافت باشین. تماس شما هم وصل است و با برنامه فلا خوش آمدین، سوالتان مطرح نمایید. سلامت باشی آقا صاحب. این همی سکنه میخواییم برد بگویم پدر من بسیار تنخوی است، مارسی کردگی هستم، اما این همی عمری که تولادای خود جنگیست، یک دختر داره، خودم هستم، دو تا بچه داره، خودم هم سرطان دارم، زیاد مریض هستم، عمری کتم جنگیست. این همی عذر زاری میکنم که شاشکی میشم، دستای شماچ میکنم، پای شماچ میکنم، پاشکی میشم، امی افته تیر نمیشه باز کتم جنگی میشه. یک سوال میست. یک سوال دیگه این که خودم مریض هستم، شوهرم به تنهایی گیرم، خودم میخوایم بچی
به خود رسیدگی میکنه، به خود رسیدن نمیتونه شوهر میگه چی زن یا چی مرد. اگر زن مریض باشه شوی میتونه به تنهایی خود یعنی چی کنه احساس کنه، اگر زن مریض باشه شوی میتونه، شوی مریض باشه زن. مدامی مورد به خاطر شوهر مرد آدم این کارا میکنه، خواستم که از شما یک نظر بگیرم با زبردی تلویزیون جواب مرسی. درست است. دانش صاحب سوالشان فهمیدین؟ ما خود نفهمیدیم سوال بخش دو میشه. درست است. منتظر باشون خواهر عزیز. مهربانی تماس شما وصل است و برنامه فلاح. مهربانی. گفتم در افغانستان ما و شما یک کشور اسلامی در قرآن آمده که همین مواد مخدر کل شرام است. چرا در همین کشور افغانستان و شما مواد مخدر کشت می شود؟ خوب است. انشاءالله رحمان. سوال خوبی داشتین. تشکر از شما. انشاءالله رحمان به جواب شما سوال شما میپردازیم. بله مهربانی، سوال شما تماس شما وصل است. مهربانی؟ مهربانی؟ سلامت و در عافیت باشین. بخیر باشه. یه سوال داشتم جناب مهربانی. مهربانی میشنویم. گفتم در کدام موارد در نماز سجده سهو برای آدم لازم می شود؟ خب سجده سهو درست است. انشاءالله جواب می دم. سلامت. سیس. مهربانی؟ بله. تماس شما وصل است. بله مولوی صاحب یک سوال از شما داشتیم. مهربانی تماس شما وصل است و ما در خدمت. مولوی صاحب یک بچه که 6 ساله داشتم. بله. امی بچه که 6 ساله را بچه 20 ساله چشمایش را زده کور کرده کفانده نابینا شده. اسلام شریعت درباره ای چی امر میکنه؟ ما با ای چی رویه کنیم مولوی صاحب؟ خب این کار قصدی بوده یا سهوی بوده؟ دو دفعه قصدی زده و نخوده، دفعه سومش خورده کور کرده. این 5 ماست که بچه گریخته، پدرشم گریخته و ما این دکترها جواب مثبت ندادن، جواب منفی دادن. در کجا زندگی میکنین؟ شما در کجا زندگی میکنین؟ در تخار زندگی میکنین. تخار. منتظر باشین، من انشاءالله جواب میتونم برتون. عزیزان محترم، سوالای شما را گرفتیم و میخواییم که جواب سوالای شما را به شما ارائه کنیم و شما هم دعا کنید در حق ما تا خداوند توفیق نصیب ما بگرداند. خب خواهر ما سوال داشتن که اگر کسی بخواهد که طفل به دنیا نیارد، یعنی زن شوهر بین خود میخوان که دیگر طفل به دنیا نیارن، چی کنن؟ اول سخن در اینجاست که زندگی زن شواری به خاطر امیست که امی سلسله توالد و تناسل و سلسله خلافت روی زمین و سلسله اصلاح روی زمین تداوم پیدا کنه و قطع نشوه و تا حدی که خداوند جل جلو بر زن شوار توفیق میدهد اینا میتوانند که طفل به دنیا بیاورند. اگر اینا بعد از اینکه چندین طفل به دنیا آوردن و میخوان که یک سختگی موقت اینا به بار بیاورن، در حدیث هم صحابه کرام میفرمایند که کن نعزل و القرآن ینزل. ما جلوگیری از حمل خانم خود میکردیم، حالا که قرآن کریم هم نازل میگردید، یعنی در مورد عمل ما کدام ممانعتی نازل نشد. پس در این صورت یعنی جواز دارد خو، اما به طور موقت نه به طور دائم که قسمت از بدن خود را اینا یا رحم خود را به دور بیندازن، این جواز ندارد. سوال برادر ما گفتن که امام اعظم را چرا امام ابو حنیفه میگویند؟ بله اسم مبارکش حضرت نعمان ابن ثابت به خاطر امام اعظم میگویند که در بین علمای کرام و امامای مشهور چهارگانه که در زمان چندین امام دیگر هم بود، خو مشهور 4 مذهب باقی ماند، در هم اینا برتریت جایگاه خاص داشت که امام اعظم گفته میشد. ابو حنیفه
که این کنیه هست یعنی پدر حنیفه. پدر حنیفه اکثرا ما شما میشناسید خود از شخص پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که به نام ابوالقاسم میگویند. فرزند پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم یکی قاسم نام داشت که کنیه پیامبر اسلام ابوالقاسم بود. بعضی کنیه دارن کنیه امام اعظم ابو حنیفه بود. خواهر سوال داشتن که پدرم تندخوی هست و من خود مریض هم استم و سرطان هم دارم و همیشه کوشش میکنم که پدر راضی بسازم و آشتی کنم، باز از من خفه میشه. خواهر عزیز، حقوق پدر و مادر بالای اولادها زیادتر است. قرآن کریم الله متعال میفرمان که وعبد الله ولا تشرکو به شیئا و بالوالدین احسانا، شما عبادت خدا را بکنید و با او شریک نیارید، با پدر و مادر نیکویی کنید. متصل بعد از عبادت خداوند الله متعال پدر و مادر را ذکر میکند. احسان و نیکویی زیادتر با پدر و مادر بکنید. کوشش کنید که رضایت پدر در امورات مشروعه، در امورات مشروعه شما از پدر و مادر اطاعت کنید و از اونا راضی باشید. حتی الله متعال میفرمند که ولا تقل لهما اف، یعنی خردترین کلمه اف است، یعنی اظهار نظارتی به پدر و مادر حتی به اندازه اف هم نگوید. کوشش کنید که پدر را آشتی با آشتی کنید، جنگی نباشید، از پدر خفه نباشید که دعای بد مبادا در حق شما نکند. به جزء دوم سوال شما هم انشاءالرحمن چون که صدای شما درست به ما نیامد، اگر در برنامه بعدی بازم تکرار نمایید ما در خدمت شما هستیم. سوال جزء دوم شما را گرفته نتوانستیم. برادر سوال داشتن که مواد مخدر در شریعت دین اسلام استعمالش حرام است، در امورات حرام، بله ها حرام است، اما بعضی به خاطر دکترها در بخش طب که کار میکنن، اونا به اندازه فیصدی خود کار میکنن، اونا یک جواز می داشته باشن، اما در عموم استعمال مواد مخدر به اندازه که امی مردم امروز معتادین استعمال میکنن یا بعضی در محافل استعمال میکنن حرام است ارتکاب ازی و استعمال ازی حرام است، باید که مجازات شون. اما گفتن که چرا در افغانستان کشت میگردد؟ بله درست است، در افغانستان نباید کشت گردد، اما وزارت صحت عامه اگر ضرورت دارن اونا بر خود یک محدوده تعیین کنن و اونا بر خود کشت کنن و استفاده کنن. در عموم همه که کشت میکنن حرام است، ناروا است، هم کشتش هم استفاده است، هم پولایی که از او طریق به دست می آید. و مطمئنا امارات اسلامی افغانستان قسمی که در مرحله ابتدا که کشت و زرع مواد مخدر را ممنوع قرار داده بودن که هیچ کس در آنجا کشت و زرع نمی کرد، در این مورد این بار هم توجه خواهند داشت. برادر گفتن که سجده سهو به کدام موارد لازم می گردد؟ هر اشتباه و خطا بر خود یک جبیره ای دارد. اشتباه و خطا در نمازم به خود جبیره ای دارد که با نام سجده سهو مسما گردیده است. این سجده سهو به توسط ترک واجب و یا به توسط تقدیم و تأخیر واجب و یا هم به توسط تأخیر فرض لازم می گردد. خواهر ما سوال داشتن که بچه 6 ساله داشته و یک بچه 20 ساله تا به ظلم چشمای او را کشیده و کور کرده و از تخار تماس گرفته بود. گفتن که چی کنیم؟ با این بچه ظلم شده، چشمای ازی را کشیده، گویا که یک شخصی را به قتل رسانیده باشه، با ترک بزرگترین عضو انسان از او گرفته. شریعت دین مبین اسلام در این مورد قصاص داره که او قصاص هم باز حد خود داره که در این صورت محکمه حکم کرده میتواند، چون که او شخص را اگر پس چشم از او را کشیده شود مبادا که ضرر زیادتر به او رسیده شود یا به هر تقدیم، در این صورت حکم محکمه و شرط در این مورد دیت را لازم میگردارد که باید اونا دستگیر شوند، توان عظیم چشمای عظیم بچه را باید بپردازند و همچنان اگر حبس هم برشان تعیین میشد، حبس هم برشان شاید که باشد. فرصت 3 دقیقه داریم، میتوانید که شما یک تماسای کوتاه و سوالای کوتاه داشته باشین و جواب بر شما بدیم. مهربانی؟ تماس شما وصل است. بله سلام علیکم، بلاسای خوب هستی؟ سلامت و درفیت باشین. ما پروانه هستم از ولایت کابل. گفتم یک زن که دو پیره
زن شوهردار که دیگه که زنا بکنه زنا نیم و تو برعکس و باز توبه کنه خداوند توبه قبول میکنه. خب منتظر باشین خواهر عزیز، ما جواب زیر بر شما میدهم. تماسی دیگری هم میگیریم بعدا میپردازیم به جواب. مهربانی مولوی خیلی مشنا سلام، خوب هستی؟ سلامت و درافیت باشین و مهربانی سوالتان رو بگوید. بخشم قدر که قهر شد سر اولاد یا از وقت بگه آقا اسی آقا اسی امی چرا خواهم حکم داره بدیم اسلام ما اولاد من امار نباشم؟ درست است، درست است، منتظر باشین جواب شما رو میدهیم. خب خواهر ما سوال داشتن، خواهر ما به اسم پروانه گفت اگر خانم شوهردار با کسی روابط نامشروع داشته باشه، روابط اما زنا نکرده بعدن توبه کنه چی کند؟ خواهر عزیز، بعضی مردم میگویند که تو خود زن شوهردار شدی تو چرا این کار میکنی؟ یعنی به این معنی کسی که عروسی نکرده و شوهردار نباشه بکنه این کار؟ در عموم روابط نامشروع با اینا حرام است و ناروا هست، اما هر عمل بر خود یک گناه یک درجه دارد و جزای هم دارد. وقتی کسی که از گناه خود توبه میکند، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که از گناه خود توبه میکند چنان پاک میکرد گویی که هیچ گناهی نکرده باشد. دروازه توبه باز است و توبه شما را خداوند قبول میکند و آینده چنان روابط را انجام ندهید. و برادر ما گفتن که کسی اگر در حالت قهر به اولادای خود عاق بگوید بعد از او پس میتون مراجعه کند؟ بله میتواند که پس مراجعه کند و اولادا هم کوشش کنند که هر چه زودتر قبل از اینکه پدر وفات کند خود را از معاق بکشند. تشکر میکنیم از اینکه با ما در تماس بودین و خواهران عزیز ما که زافتر در تماس بودن و برادر هم در تماس بودن، از همه تشکر میکنیم و دعا میکنیم که خداوند جل جلاله به می ترتیبی که تشنه دین مبین اسلام هستید و آموزه های دین اسلام فرا میگیرید، همه ما شما را خداوند جل توفیق عمل نیز عنایت بفرماین و همچنین دعا میکنیم که خداوند جل در عموم ما را اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. تا برنامه بعدی خداوند جل جلاله همه ما شما را در حفظ و در پناه خود داشته باشد.